سلام، به این ویدیو خوش اومدین. توی این قسمت میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم واحدهای درون نرم افزار رو عوض بکنیم. برای این کار باید بریم به تب منیج یا مدیریت و دنبال پروژکت یونیتس یا واحدهای پروژه بگردیم. اگه ورژن دیگه از نرم افزار استفاده میکنیم، ممکنه که شکل این روبان فرق بکنه یا شکل آیکونا بزرگتر یا کوچکتر باشه. در صورت وقتی که روی آیکونا نگه داریم و نوشتهشون آبی بشه، یه پنجره جدید باز میشه و کاربریشون رو توضیح میده. مثلا اینجا نوشته Project Unit و توی پرانتز نوشته UN، که در واقع شورتکاتیه که میتونیم با کیبورد استفاده کنیم تا این پنجره رو باز کنیم. وارد Project Unit میشیم. اولین کاری که باید بکنیم قبل اینکه چیزی رو تغییر بدیم اینه که ببینیم چه دیسیپلین یا چه گرایشی رو میخوایم واحدش رو عوض بکنیم. این قسمت توی Common یا توی استفاده های کلی یا استفاده های معماری هستیم. بعد میتونیم تغییرش بدیم به استرکچرال برای محاسبات سازه‌ای، مثلا نیروها یا واحدهای دیگه. اچ‌وک هستش که برای تاسیسات تهویه استفاده میشه. الکتریکال برای رگرش الکترونیک. پایپینگ برای تاسیسات آبی. انرژی برای کلن هر واحد انرژی که تو ساختمون استفاده میشه و از اینجا میتونین همه چی رو کنترل کنین. اگه بعداً قرار آنالیز انرژی انجام بدین از داخل، از درون این رویت و وصلش بکنین به کلود، میتونین همه واحد انرژی رو اینجا تغییر بدین. و در آخر هم اینفراستراکچر هست که میشه زیر ساخت ها و این جدید اومده توی ورژن 2021 و استیشنینگ داره که برای استقراره. ما فعلا فقط میریم تو قسمت معماری. خب مثلا میتونیم توی قسمت انگل یا درجه تغییر بدیم، یا زاویه ببخشید، زاویه تغییر بدیم که واحدمون درجه باشه یا گرادیان باشه یا رادیان باشه یا زاویه درجه ببخشید درجه دقیقه و ثانیه باشه. بعد میتونیم اینجا، من یه مثال آماده کردم، میتونیم اینجا واحد لنت یا اندازه رو تغییر بدیم. الان واحدمون به میلیمیتر، اما میخواییم به متر تغییرش بدیم. نمیسته متر. اوکی، و میبینیم که از 9000 میلیمتر رسیدیم به 9 میلیمتر. پس متوجه میشیم که توی این قسمت اگه واحدی رو تغییر بدیم، تغییری در مدلمون ایجاد نمیشه، فقط تغییری ایجاد میشه در اینکه چجوری ما این اندازه ها رو توی صفحه مانیتور میبینیم. دوباره برمیگردیم به Project Unit. توی لنت رو تغییر میدیم مثلا به سانتیمتر و از 9000 میلیمتر یا 9 متر میرسیم به 900 سانتیمتر. این کاملا بستگی به شما داره که چه واحدی رو استفاده بکنیم. مثلا برای مساحت یا ایریا اینجا هستش متر، که به نظر واحد خیلی خوبیه. میتونیم ولی تغییرش میدیم به سانتیمتر مربع. اوکی اوکی، اینجا میبینیم که چجوری نمایش داده شده برای ما. خب دوباره برمیگردیم اینجا و میتونیم چیزای دیگر تغییر بدیم برای کورنسی، برای اینکه مثلا اگه توی ساختمانتون، اگه توی مدلتون در واقع بودجه رو وارد کرده باشه، اینجا میتونیم ببینین. نکته دیگه ای که مهمه قسمت اینه که بعد اینکه ممیز داریم چجوری در واقع عددهای بزرگ چجوری نمایش داده بشه. توی ایران ما معمولا از همین روش اول استفاده میکنیم، چند تا عدد کما سه در واقع نقطه و بعدش عدده بعد ممیز. اما بعضی کشورها سیستم خاص خودشونو دارن، مثلا میدونم که ایتالیا از این سیستم استفاده میکنه و دقیقا برعکس ماه. اینو ترجیحاً تغییر ندین. دوباره برمیگردیم به قسمت ایریا، به قسمت لند و اندازه گیری. نکته مهم دیگه اینه که مثلا بعد اینکه عددمون رو به سانتیمتر نشون دادیم، چجوری اون عدد رو روند بکنیم. این قسمت مخصوص قسمت روند کردن هست و میبینیم که مثلا به 2 عدد بعد ممیز روندش بکنیم یا به 3 عدد بعد ممیز روندش بکنیم. چیزی که باید یادتون باشه اینه که حتی اگه عدد رو روند نشون بدین با این چیزی که بهتون نشون دادم، عدد اصلی همیشه توی نرم افزار سیو شده.
بنابراین شما عدد رو عوض نمی کنین. فقط دارین طرز نمایشش رو عوض میکنین و این نکته مهمه. اگه شما میخواین بعدا نقشه‌ای که کشیدین رو پرینت بکنین، باید ببینین که عددها چجوری بعد ممیز نمایش داده میشه. آیا همون عدد روند شده شماست که توی نقشه هستش، یا یعنی اینکه نباید تنظیمات پرینت کردنتون رو عوض بکنین. دوباره این قسمت هم میتونیم سمبول ها رو عوض بکنیم و فعلا برای اینجا چیزی نداریم. اوکی اوکی، میبینین که اینجا سانتیمتر اومد وقتی که بردش کرد. خب این درس امروزمون بود، کوتاه بود. در جلسه بعدی باز به قسمت کلی رویت میپردازیم. موفق باشید.